بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة ماعون، كإن سورة در مكة مكرمة نازل شده است و 7 آيات دارد. الله سبحانه وتعالى می فرماید: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بنام خداوند بخشنده و مهربان. ای پیامبر، آیا کسی که روزی جزا را دروغ می شمارد دیده ای؟ پس او همان کسی است که یتیم را با خشونت از خود می راند و دیگران را به طعام دادن بینوا و مسکین ترغیب و تشویق نمی کند. پس وای بر نمازگزاران، همان کسانی که از نمازشان غافلند، کسانی که خود نمایی می کنند و از پرداخت زکات و عاریت دادن وسائل ضروری زندگی دریغ می ورزند. الله سبحانه و تعالی می فرماید: ارائیت الذی یکذب بالدین. آیا ننگریستی به کسی که زنده شدن پس از مرگ و جزا را دروغ می شمارد و به آنچه پیامبران آورده اند ایمان ندارد؟ فذلک الذی یدعو الیتیم. چنین کسی یتیم را با خشونت از خود دور میکند و به خاطر سنگدلیش بر او رحم نمیکند، چون به پاداش و عقاب امید ندارد. ولا یحض علی طعام المسکین. و دیگران را بر خوراک دادن یتیم تشویق و ترغیب نمی نماید و به طریق اولا خودش بینوایان را غذا و خوراک نمی دهد. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. پس وای بر آن نمازگزارانی که به نماز خود پابند هستند اما آن را ضایع میکنند و سری وقت آن را نمی خوانند و ارکان آن را با خوبی انجام نمی دهند، و این به خاطر آن است که آنها به فرمان الله سبحانه و تعالی اهمیت نمی دهند، زیرا نماز را که مهمترین عبادت ها ضائع می نمایند، و کسی که از نمازش غافل باشد سزاوار مذمت و سرزنش است. اما دوچار فراموشی شدن در نماز چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در نماز به آن دوچار می شد. بنابراین الله سبحانه و تعالی این را بریاکاری و سنگدلی و بیرحمی وصف کرده فرمود. الذين هم يراءون. کارها را برای اینکه مردم آنها را ببینند انجام میدهند. و یمنعون الماعون. و از آنان و بخشیدن چیزی که دادن آن به صورت امانتی یا مانند ظرف ستیل و همانند آن که معمولا داده می شود و ضرر نمی آورد خودداری میکنند. پس اینها به خاطر شدت حرصشان از ندادن وسایل خانگی ناچیز دست میکشند. پس چگونه بیشتر از آن را خواهند داد؟ در این سوره به خوراک دادن به یتیمان و بینوایان تشویق شده و نیز به ترغیب نمودن دیگران به این کار و مواظبت بر نماز و انجام دیگر عملها بر صورت مخلصانه تشویق و ترغیب شده است. نیز آدمی در انجام کار خوب و دادن مالهای ناچیز مانندی به امانت دادن ظرف، ستیل، کتاب و همانند آن تحریک شده است، چون الله سبحانه و تعالی کسی را که چنین نکند مذمت کرده است و الله سبحانه و تعالی به ثواب داناتر است. و سپاس و ستایش برای الله که پروردگار عالمیان است.